پیشگاه شما. درود بر شما و درود به همه همیهنان ارجمند و دوستانی که بیننده و شنونده هستند. برای انتخاب این موضوع، گزینش این موضوع، جستار زرتشت در چه زمانی زندگی میکرد، خواستم فقط بخواست یک نکته مهمی رو بگم. در برخی موارد تاریخ یک رخداد، اینکه در چه زمانی روی داده، اونقدر اهمیت نداره که حالا پژوهش‌های زیادی صورت بگیره، بررسی بشه، مناظره‌های صورت بگیره و افرادی بیان نظراتی بدن، دیگران نظرات اونها رو رد کنن. این یک اصلی است، درسته. بعضی وقتا خود در اون مایه آنچه که رخ داده، پیامش یا پیامدش بسیار مهمتر از زمان رخ داده. در مورد اینکه زرتشت چه زمانی زندگی میکرد، افسون بر حالا آنچه که زرتشت گفته و باید دریافته بشه، اینکه در چه زمانی زندگی میکرد فقط یک بحث تاریخی نیست، بلکه یک جستاری است که اهمیتش از این بابته که مسائلی که زرتشت مطرح کرده بعدها توی عصر نوین توسط خیلی از فلاسفه، خیلی از اندیشمندان، بخشی از اونها گفته شده، به گونه دیگر گفته شده و به هر حال چیزیست که الان تو روزگار کنونی در بارش سخن زیاد گفته میشه، بدون این که عنوان بشه که آیا این ایده از زرتشت اومده یا نه. دلیل این که ما ایرانی ها نمایندگی خاورزمین رو از دیدگاه خاورشناس ها، زبانشناس ها، سیاست مدارا حتی دارا بودیم و جهان یونانی و رومی نمایندگی باختر زمین رو داشتن، امروز هم در ادامه همون نگاه ما رو مشرق میدونن و خودشون رو باختر، خودشون رو مغرب زمین. و این نگاه تقریبا تبعیض آمیزی که در دوره ای از پژوهش های علوم انسانی نسبت به خاورزمین به ویژه به جهان آریایی شده، به جهان ایرانی شده، موجب شده که تأثیری که زرتشت بر روی فلسفه گذاشته و اصلا در ایجاد فلسفه در یونان نقش بسیار مهمی که داشته، به گونه ای یا تقریبا پاک بشه یا بسیار کمرنگ بشه. و از اونجایی که غرب امروز خودشو میراثدار آتن میدونه، بنابراین به طور غیر مستقیم به گونه‌ای میتواند خیلی از دستاوردهای زندگی مدرن و عصر مدرن و صنعتی برگرده به آموزه‌های پایه‌ای و بنیادینی که زرتشت نخستین بار طرح کرده. حالا اگر شما بیایید بر اساس سه نظریه‌ای که درباره زمان زیست زرتشت وجود داره بخواید زرتشت رو در سه مقطع تاریخی قرار بدید، این در حقیقت تأثیر زرتشت بر روی یونان و ایجاد فلسفه در یونان و یا تأثیر زرتشت یا آموزه‌های زرتشتی بر دین یهود در دوره متأخرش، اینها میتواند رد بشه یا تایید بشه. من میپرزم به سه نظریه یا سه دیدگاهی که درباره زمان زیست زرتشت وجود داره. میکوشم که بگم که کسانی که این ادعاها رو دارن، این سه ادعا رو دارن، استنادشون بر پایه چه مدارکی است و اگر که اون مدارک یا اون استدلال ها قابل نقد هستن بهش بپردازیم تا جایی که مقدوره. نظر به این که این جستار بسیار مهمی بوده، یک کتابی از سوی جنبش رنسانس یا نوزای ایرانی نوشته شده، کتاب پایان رسیده، بحث مفصلی در زمان درباره زمان زندگی زرتشت درش هست، از تمام منابع یونانی، رومی، سریانی، لیدیایی، بابلی، ایرانی، عربی بهره گرفته شده و اندکی هم در مورد جایگاه زیست زرتشت، این که زرتشت از کجا برخواسته و به کجا رفته، به اونم پرداخته شده. این کتاب پایان یافته، در حال حاضر در حال برگردان اون به زبان انگلیسی هستیم که
بتوانیم دو نسخه فارسی و انگلیسی رو با هم منتشر کنیم. بنابراین چیزی که من امروز خدمت شما میگم با تفسیر بسیار زیاد و مفصل و با رفرنس ها، مراجع و پانویس های خیلی تقریبا کاملی، امیدواریم تا یه 3-4 ماه دیگه بیرون بیاد و علاقه‌مندان بتونن بگیرن، بخونن و روش مکس کنن و بیشتر بیاندیشن. آنچه که زرتشت مطرح کرده به گفته نیچه این است که نخستین کسی است که آفریننده جهان اخلاقی است. در زندگی انسان‌ها تا پیش از اینکه زرتشت بیاد و مسئله اخلاق رو مطرح بکنه، این مهم بود که شما برنده باشی، این مهم بود که شما بتوانی به زیست ادامه بدی، تو نبرد با طبیعت، تو نبرد با بقیه انسان‌ها دست بالا رو پیدا کنی، و برنده همیشه طبیعتاً بهروز و خوشبخت بود. آنچه که نگاه می‌شد از دریچه سود و زیان بود و هیچگاه مسئله نیک و بد تعریف نشده بود که در قالب نیک و بد کنش‌ها و رخدادها بررسی بشه و ارزش‌یابی بشه. بنابراین نیچه به درستی میگه زرتشت نخستین کسی است که از دریچه اخلاق به هستی و به جهان نگریست. مسائلی که زرتشت طرح کرد مثل حق گزینش انسان، مثل خیشکاری یا مسئولیت انسان در زندگی در قبال خودش و درباره دیگران و درباره گیتی جهان مادی که درش زندگی میکنه، مطرح کردن مفهومی به نام خرد، ابزاری در نزد انسان که به او اجازه میده که بین نیک و بد تمایز قائل بشه و اینا رو هم تشخیص بده، و همچنین عنوان کردن مفاهیمی مثل هوروتات، خرداد که همون بالندگی و رسایی و کماله، برای انسان چند هزار سال پیش که الان میکوشیم ببینیم چند هزار سال چقدر بوده، یه مفاهیم بسیار تازه‌ای بوده. اصولا مفاهیم یا فرایافت‌هایی که انتزاعی بوده، ابسترکت بوده، برای انسان یه چیز خیلی تازه‌ای بوده. ابسترکت یا انتزاعی به این معناست که مفاهیمی است که شما نمیتونه به یک انسان چند هزار سال پیش نشون بدی و بگی این یعنی مهربانی، این یعنی هوشمندی، این یعنی وجدان، این یعنی اخلاق. با اشاره شما نمیتونی اینو نشون بدی. مفهومی است در ذهن انسانه و چون نمود بیرونی پیدا میکنه ولی نماد بیرونی نداره، شما نمیتونی بهش اشاره کنی، مثل میز و درخت و ساختمون و خورشید و رودخونه. این مفاهیم انتزاعی رو تا جایی که منابع در دسترس ما قرار میده باز این زرتشتی که میاد مطرح میکنه و اصولا این بحثا رو به راه میاندازه. در مورد خود شخصیت زرتشت خب نظرات خیلی جنجالی داده شده. من 3 تاشو میگم چون در حقیقت به عنوان پیشگفتار زمان زندگی زرتشت هم گره میخوره. یک نظریه رو یک پژوهشگر نامدار سوئدی به نام نیبرگ میده. نیبرگ میآید و میگوید که زرتشت یکی از همین جادوگران قبایل شمنی بوده و آنچه که گفته یه سری ورد و دعا و جادو جنبله و در حقیقت با دریافت اشتباه از واژه بنگه فکر کرده که این همون بنگ یا ماده مخدری است که بعدها در گیاه شادانه پیدا شد و برای مثلا تخدیر انسان استفاده می شد، برای ایجاد هلوسینیشن یا توهم در انسان. نیبرگ اینگونه زرتوش رو در حد رئیس یک قبیله شمنی و یک جادوگر پایین میاره و استنادش هم تو این حدی که من خدمتون گفتم به این صورته، یعنی میاد مدل سازی میکنه که در آسیای میانه همچنان که بعدها قبایل مثلا مغول و قرقیز و اینا بودن و این رسما رو داشتن، زرتوش هم احتمالاً یه همچین چیزی بود. در برابر یه همچین ادعای شگفت‌انگیز و عجیب غریبی که نیبرگ میکنه، یک آلمانی بسیار مسلط و کسی که هم باستانشناسه و هم میکوشه که متون زرتشتی، متون اوستایی رو بخونه، به نام هرتزفیلد،
میاد و نظریه دیگری میده که تقریبا نقطه مقابل این نظریه است. او میگوید که زرتشت نه تنها شمن و جادوگر نبوده و چیزهایی که میگه به هیچ روی قابل مقایسه با قبایل سرخپوست یا قبایل مغول مثلا عهد کهن نداشته، بلکه زرتشت یه شخصیتی است که حضور داشته در دوره هخامنشیان و یه نقش سیاسی بازی کرده. اون چیزی که هرتزفیلد میگه، میگوید که زرتشت در حقیقت پسرخوانده کوروش، به این معنا که کوروش با مادر او ازدواج کرده و بعد میگه که زرتشت به دلیلی مورد بازخواست گوماته قرار میگیره، گوماته مخ که کار داوری و قضاوت رو در آن زمان انجام میداد و بدین وسیله تبعید میشه و بیرونش میکنن از پایتخت و میره به منطقه‌ای که امروز خراسان و گرگانه. در اونجا ویشتاسپ رو میبینه که همون گشتاسپ یا پدر داریوشه. او را فرا میخونه به یه آیین تازه. ویشتاسپ میپذیره و پسرش داریوش بعدها کسی میشه که میآید و گوماته رو که حالا به عنوان بردیای دروغین پس از مرگ کمبوجی شاه شده سرنگون میکنه و خودش میشود شاه. و از این روز که میبینیم داریوش به طور خیلی آشکار گرایش های زرتشتی خودشو نشون میده و از اهورامزدا در کتیبه ها و سنگ نوشتاش یاد میکنه. این نظریه هرتزفیلد بود. خب در برابر این دوتا نظریه خیلی عجیب و غریب و جنجالی، نیبرگ هنینگ، بعد از نیبرگ و هرتزفیلد هنینگ آلمانی میاد و اینها رو رد میکنه و تقریبا تصویری از زرتشت نشون میده که امروز ما میشناسیم، اندیشمند و فیلسوفی که میکوشه با بیان یه سری مفاهیم تازه برای انسان یک زندگی انسان رو به یک عیار یا ملاک اخلاقی گره بزنه. بنابراین کنش‌های انسان رو محدود میکنه، کرانمند میکنه به مسئله خرد و وجدان که بر اون پای انسان باید عمل بکنه، در غیر این صورت غیر اخلاقیه. و همچنین با آموزه‌های دیگری که زرتشت میده در مورد مسئله پیشرفت، تکامل، رو به جلو رفتن، سپنتایی بودن، افساینده بودن، میکوشه که انسان رو به یک جانشینی، به تولید کشاورزی، به ایجاد رفاه و شهرنشینی به اصطلاح تشویق کنه. این چیزیست که هنینگ میگه. بنابراین میبینید که بین آنچه که در مورد خود زرتشت گفته شده توی 140-50 سال اخیر خیلی خیلی فاصله ها زیاده. در حقیقت بعد از اینکه دوپرون فرانسوی یک برگردانی از بخشای از اوستا ارائه کرد، از اون زمان مسئله زرتشت شناسی در سده 19 و در نیمه نخست سده 20 بسیار در غرب جدی پی گرفته شد. پس از جنگ دوم جهانی نگاه اروپایی ها به ویژه آلمان ها که تو این زمینه خیلی کار میکردن نسبت به ایران یه مقدار برگشته شد و جهان رفت به سوی این وضعیتی که امروز میبینید. در نتیجه شرق رو خواستن و به ویژه جهان آریایی رو کمرنگ کنن، در برابرش چیزی به نام جهان اسلام، تاریخ اسلام، تمدن اسلامی رو بزرگ کنن. بنابراین مراکز پژوهشی و آموزشی در غرب تحت این سیاست مشخص خیلی کمتر رفتن سراغ ایران کهن، ایران پیش از اسلام. و نخبه هایی که ما داریم مثل هرتزفیلد، مثل همین هنینگ، مثل خیلی های دیگه، مثل هومباخ، مثل آرتور کریستنسن دانمارکی که تاریخ ساسانیان نوشت و مثل مری بوش و دیگران، در حقیقت از اون نسل باقی موندند و این کارها رو یا به ثمر رسوندن یا در نیمه راه از میان رفتن و دیگه کارهای استخوندار و گردن کلوف از سوی پژوهشگران غربی به اون صورت انجام نشد. برای همین بیشتر کسانی که ما ازشون یاد میکنیم و ازشون رفرنس میدیم کسانی هستن که مدت هاست در گذشتن. خب حالا میرسیم
ببین که این سه نظریه چیست، سه دیدگاهی که درباره تاریخ زمان زرتشت. یک نظریه، نظریه ایست که میگوید زرتشت حدود 2600 سال پیش تقریبا زندگی میکرده، نزدیک به زمان کوروش بزرگ. نظریه دیگر نظریه ایست که میگوید زرتشت 3000 خورده سال پیش تا 4000 سال پیش زندگی میکرده، از حدود 3100-3200 سال تا حدود 4100-4200 سال که خودش یه بازه زمانی بسیار پهناوره، ولی با 2500-600 سال پیش فاصله قابل ملاحظه داره، چیزی بین 600 سال تا مثلا 1500 سال. و دیدگاه سوم میگوید زرتشت حدود 8000 سال پیش زندگی میکرده. میکوشم که بهتون بگم این سه نظریه کسانی که اینو میگن و چه پایه میگن و چه کاستی ها یا ایراد هایی میشه به این سه نظریه وارد کرد یا چه چیزهایی میشه گفت که این سه نظریه یا یکی از اینا رو به اصطلاح تایید کرد. همچنان که اشاره کردم سخنان امروز من چکیده از کتابیست که در آستانه انتشاره، بنابراین کسایی که جزئیات بیشتری میخوان میتونن بعدا خود کتاب رو ببینن، هم به فارسی هم به انگلیسی. خب ما توی متون ایرانی پس از اسلام در مرج و ذهب مسعودی که مورخی است مسلمان و همچنین در آثار باقی ابوریحان بیرونی میبینیم که گفته میشه که زرتشت، زمان زیست زرتشت 258 سال پیش از اسکندر. حالا که پیش از اسکندره، آیا زیست اسکندره، زایششه، مرگشه، زمانی که به ایران اومده اون مشخص نکردن، ولی حالا فرض میکنیم زمانی که به ایران اومده و داریوش سوم کشته شده، اگر این رو ملاک بدونیم این 258 تا اسکندر 330 میلادی بود اگه اشتباه نکنم که داریوش سوم رو در جنگ به هر حال کشتنش و بعد اسکندر بر ایران چیره شد، بنابراین شما 330 پیش از میلاد 258 تام عقب‌تر برید، چیزی حدود 2500-2600 سال پیش از میلاد، اندکی پیش از آغاز هخامنشیان یا تقریبا نزدیک به آغاز هخامنشیان، اینها زمان زندگی زرتشت رو قرار دادن. این دو نفر یعنی مسعودی و آثار باقیه که ابوریحان بیرونی نوشته. همچنین در بندهش که یکی از آثار زبان پهلوی است که در دوره ساسانیان نوشته شده و بعد در دوره اسلامی هم بازنویسی شده، در اونجا هم همین سخن گفته میشه. بنابراین زرتشت میذارن حدوداً چیزی نزدیک 2570-2580 سال پیش. و تو متون رومی تو این زمینه فقط ما از آمینیانوس مارکلسینیوس متنی داریم که میگه زرتشت مربوط به همین زمان تقریبا آغاز هخامنشیانه. بنابراین این سه منبع به ما میگوین که زرتشت در اون زمان زندگی میکرده. پیش از اینکه برم سراغ این که چرا این دیدگاه که زرتشت 2500-600 سال پیش زندگی میکرده ایراد داره و ایرادهای اساسی داره، دو نظریه دیگر رو هم خدمتون میگم. نظریه دورترین زمان زرتشت زمانی است که میگویند حدود 8000 سال پیش بوده. کیا اینو میگن؟ افلاطون سه تا شاگرد داره، ادوکسوس، ارسطو معروفه و همچنین هرمودوروس. ادوکسوس و ارسطو به طور مشخص میگن که زرتشت 6000 سال پیش از استاد ما افلاطون زندگی میکرده. خب افلاطون رو حدودا میدونیم چیز دوروبر 400 سال پیش از میلاده، شما 6000 سال بری عقبتر چیزی حدود 6300-400 سال پیش، 8300-400 سال پیش. هرمودوروس میگوید که زرتشت 5000 سال پیش از جنگ تروآ زندگی میکرده. جنگ تروآ رو با توجه به این که گفته میشه در اونجا کسوفی رخ داده، تونستن که برآورد کنن که اون کسوف در اون منطقه چیزی حدود 1200-1300 سال پیش از میلاد رخ داده،
بنابراین اگه 5000 سال از جنگ تروا عقب‌تر بریم میشود 6300 سال پیش از میلاد، که همون 8200 سال پیش. بنابراین شاگردان افلاطون از جمله ارسطو زرتشت رو در 8000 سال پیش قرار میدن. خب در کنار این در حقیقت نظر یا مسائلی که شاگردان افلاطون میگن، یک مقوله دیگری هم هست که بهش تکیه میشه که نظریه 8000 سال رو تایید کنه، و اون این است که فضایی که گاتها درش سیر میکنه از دیدگاه کسانی که کار انسان شناسی میکنن، زمین شناسی میکنن و تاریخ تکامل بشر رو در نظر میگیرن، میگویند که در حقیقت آغاز عصر نوسنگی است. عصر نوسنگی عصری است که انسان آغاز به کشاورزی میکنه و یک جانشین میشه و از کوچ کردن دست میکشه، به جای شکار برای تامین خوراکش و یا جمع کردن میوه ها یا فراورده های باغ و کشاورزی که به طور وحشی و طبیعی این درخت ها رشد میکرده، یاد میگیره که یه جا بیسته و کشاورزی کنه، بکاره و به اصطلاح به زمینش برسه و برداشت محصول کنه. این دوره نوسنگی در حدوداً ایران، در فلات ایران، چیزی بین 11000 سال تا 6000 سال پیش آغاز شد. خب میبینید خیلی بازه زمانی گسترده است. و میگوین چون زرتشت داره دعوت میکنه به در حقیقت کشاورزی، شهرنشینی، یک جانشینی، این احتمالا باید اوایل این دوران باشه. بنابراین زرتشت رو در 8000 سال پیش گذاشتن چیز منطقی و معقول است. این تایید دیگری است که کسانی که هوادار نظریه 8000 سال بودن زرتشتن ابراز میکنن. همچنین میگویند که در گاتای زرتشت سخنی از پیشوران نیست، صحبت از کشاورزان، سپاهیان و به اصطلاح موبدانه. بنابراین پیشوری مثلا آهنگری، مسگری، رویگری، نمیدونم اینجور کارها هنوز جا نیفتاده بوده. اگر این طبقه ایجاد نشده بودن، پس ما هنوز به عصر فلز در فلات ایران نرسیده بودیم یا در آغازش بودیم. بنابراین میگویند نظریه 8000 ساله بودن زرتشت میتواند مورد پذیرش باشه. حالا میرم سراغ نظریه سوم. دیدگاه سوم میگوید نه زرتشت اینقدر تازه هست که در 2500-600 سال پیش باشه، نه اونقدر کهنه که در 8000 سال پیش باشه، بلکه در فاصله زمانی 3000 خورده سال پیش تا 4000 خورده سال پیشه. اینها گزارش های مستنداتشون چیست؟ چون عدد و رقم گاهی وقتا اینجا هست، من برای اینکه دقیق باشم ناچارم گاهی وقتا از روی نوتم نگاه کنم و عدد رو ببینم. یه سندی داریم که سند مانوی از مانویان که به چین رفته بودن بر جای مونده. در این سند میگه که مانی در سال 527 از هزاره دوازدهم زاده شده. برای دوستانی که با سالهای کیهانی در نگاه زرتشتی آشنایی ندارن، بگم که این سالهای کیهانی مثل سال معمولی نیست. اینها چیزیست که در بندهش هم اومده و میگوید که در 3000 نخست پس از آفرینش فقط مینو بود، یعنی جهان غیر حسی، و گیتی یعنی جهان حسی هنوز آفریده نشده بود. در 3000 دوم جهان حسی یا گیتی آفریده شد. در 3000 سوم اهریمن به جهان حسی یا گیتی تاخت، یورش برد، و همچنین به خاطر اینکه پدیده های اهریمنی مثل دیوان را آفریده بود، نبرد آغاز شد میان در حقیقت نیکی و بدی، جبهه اهورایی و جبهه اهریمنی. و بعد در 3004 که ما درش قرار داریم، رخدادهایی
روی میده که مفصل در روایات پهلوی دربارش نوشته شده. اون چیزی که مهمه در این جستار برای ما بهره‌گیری از این 1012 میگوید که 527 سال 527 از 1012 مانی زاده شده. با توجه به این که زایش زرتشت از دیدگاه زرتشتیان در آغاز 3000 بوده، یعنی 9000 سال کیهانی پس از آفرینش، بنابراین فاصله زرتشت تا زایش مانی می شود 2000 به اضافه 527 2527 سال. یعنی اگه سال زایش مانی رو بگیریم که حدود 220 پس از میلاده و 2527 تا عقب بریم، ما رو به حدود 2300 پیش از میلاد میرسونه، یعنی 4300 سال پیش. پس بنابر این سند مانوی که در چین به دست اومده، زرتشت رو میشود در 4300 سال پیش گذاشت و از این سند مانوی نخستین بار زنده یاد زبیه بهروز بهره گرفت. مری بویس، زرتشت شناس و پژوهشگر نامدار، میگوید زرتشت رو قطعا میشود در دوره گذار از عصر سنگی به عصر فلز گذاشت و در خاور ایران در سیستان و خراسان که از نظر مری بویس باید زادگاه و زیستگاه زرتشت بوده باشه، چیزی حدود 3500-600 سال پیش عصر فلز آغاز شده. بنابراین زرتشت رو مری بویس در همون 3500-600 سال پیش میگذاره که حالا خیلی نزدیک نیست ولی چندان هم دور نیست از آنچه که زبیع بهروز بر اساس اون سند مانوی میگه. یه سند دیگه داریم از خانتوس. خانتوس نویسنده‌ای بود از کشور لیدی. لیدیا در باختر فلات آناتولی قرار گرفته بود که موقع یکی از این ساتراپی‌های هخامنشی هم بود. امروز منطقه ازمیر در اونجاست. بنابراین حدودا میدونید در کجای ترکیه است. خانتوس میگه که زرتشت در 600 سال پیش از حمله خشایارشاه به یونان زندگی میکرده و از اونجایی که حدوداً خشایارشاه چیزی حدود 2400 سال پیشه، اگه دوباره حدود 600 سال بریم به عقب، چیزی حدود 3000 تا 3100 سال پیش بر اساس این نظر خانتوس لیدیایی باید زمان زیست زرتشت بوده باشه. ببینید اینا همش میره بین 3000 تا 4200 سال، این نظریه کلان خدمتتون میگم. یکی دیگه از مطالبی که تو این زمینه هست به همین بازه زمانی یا محدود زمانی اشاره میکنه، زنده یاد علیرضا شاپور شهبازی نگاه میکنه به آثار باقیه ابو ریحان بیرونی و اونجا عنوان میشه که سیاوش معروف در شاهنامه 888 سال پیش از زمان اسکندر از ایران شهر به خوارزم میره. با توجه به این که اسکندر حدود 2300 سال پیشه، اگه 888 سال به عقب بریم ما رو میبره به چیزی من اینجا حساب کردم 1200 سال پیش از میلاد. و با توجه به این که در شاهنامه و در خدای‌نامه حتما به این گونه بوده، فاصله سیاوش با زرتشت حدود 4 نسله، هر نسل هم حدود 30 سال بگیریم، اگه زرتشت حدودا 120 سال پس از سیاوش بوده باشه، اینجا سیاوش چهره تاریخی داره قلمداد میشه، بنابراین همون حدود 3080 سال تا 3100 سال پیش میشود زرتشت رو قرار داد. اینم چیزیست که شاپور شهبازی از به اصطلاح آثار باقیه و روایتی که خوارزمی ها درباره زرتشت و سیاوش میگن در میگه. برای که ببینیم کدوم یکی از اینها، چون این همش گزارشه، یه مقدار زیادی همخوانی داره با
واقعیت‌های موجود باید حتما به خود زبان اوستایی و درون مایه اوستا از جمله گاتا دقت کنیم. از نظر زبانی زبان اوستایی بسیار نزدیک به زبان سانسکریت و زبان سانسکریت به خاطر متونی که هندی ها داشتن، وداهای هندی که نیایش های کهن آریایی است و کهن‌ترین اونها ریگ وداست، در همسنجی که اوستا و ریگ ودا شما میتونید انجام بدید، از نظر زمانی میتونید بگید که این زبان، یعنی زبان اوستایی و زبان سانسکریت، متعلق به یک دوره زمانی است. برای خود ریگ ودا برآوردهای خیلی خیلی فاصله داری انجام شده. زبانشناسا ریگ ودا را از حدود 3500 سال پیش برآورد کردن، کهنگی و دیرینگیشو، تا حدود 7000 سال پیش. اگر که بنابراین نگاه کنیم به زبان اوستایی همانند زبان سانسکریت، نمیتونه زرتشت در 2500-600 سال پیش بوده باشه، باید دست کم 3500 سال به بالا بوده باشه. این به خاطر مسئله قدمت یا دیرینگی زبان اوستاست. اما خود زبان اوستا از گات ها به یشت ها دوچار فرگشت یا تکامل شده، یا بخوام بهتر بگم دوچار دگرگونی شده. زبانی که یشت ها باش نوشته شده با زبانی که مثلا گات ها نوشتن متفاوته. افسون بر این که در خود یشت ها هم ما زبانی رو میبینیم که در یک یشت بسیار کهن‌تر از یشت دیگره. حتی ممکنه این دگرگونی زبان میان گات ها به یشت ها و در میان خود یشت های اوستا تا اینکه بیاد برسه به بخش های دیگر اوستا که به نظر میاد تازه ترینش وندیداد باشه، خیلی خیلی راحت میتواند چند هزاره طول بکشه. تغییر زبان در روزگار کنونی با وجود اینکه ارتباطات و پیوندهای انسانی بسیار بسیار نیرومنده و امکانات و تکنولوژی در این زمینه بسیار پیشرفته هست، هنوز برای تغییرات زبانی در یک زبان نیاز به زمان بسیار طولانی است، چه برسه به چند هزار سال پیش که ارتباطات بسیار بسیار کم بوده. برای اینکه پیامی، برای اینکه نوشته‌ای، برای اینکه گفته‌ای از جایی به جایی بره، برای اینکه یک آینی از جایی به جایی دیگه به راه بیفته و جا بیفته، چند سده لازم زمان لازم بوده. و بنابراین امکان این که گات‌ها، زبان گات‌ها تبدیل به زبان اوستای تازه‌تر بشه و بعد تازه همون هم تغییر بکنه، ظرف فاصله زمانی آغاز هخامنشیان تا مثلا زمان داریوش که چیزی حدود 3-4 دهه بیشتر نیست، تو این 2-3 دهه غیر ممکنه همچین چیزی رخ داده باشه. بنابراین نمیتونیم. ما توی خوشبینانه ترین حالت زبانشناسا میگوین متن وندیداد که جوانترین بخش اوستاست میشود حدودا در آغاز هخامنشیان یا اوایل هخامنشیان قرار داد. نمیشود ظرف 20 سال زبان انقدر عوض شده باشه. اگر زرتشت رو بخوام بذاریم در اندکی پیش از کوروش، بنابراین باید خیلی پیش از این زرتشت گاتها رو گفته باشه، زبان دستخوش این تغییرات شده باشه، تا اینکه ما در حقیقت از نظر زبانشناسی چند گونه زبان از نظر وابستگی به زمانهای مختلف رو در اوستا ببینیم. این یکی از دلایل بسیار نیرومندی است که رد میکنه 2500-600 ساله بودن زرتشت. دلیل دیگری که این نظریه 2500-600 ساله بودن رد میکنه این است که سه تا شاگرد افلاطون از جمله ارسطو میان میگن که زرتشت مال 6000 سال پیش از افلاطونه. این مهم است که اون 6000 سال پیش از افلاطونه یا 2000 سال
پیش از افلاطونه. مهم این است که انقدر دور از افلاطون بوده که شاگردان افلاطون اینگونه میگن. اگر قرار بود که فاصله افلاطون میدونید که تقریبا با آغاز هخامنشیان چیزی حدود مثلا 200 ساله 160-170 ساله، بنابراین اگر قرار بود فاصله 160-170 سال باشه 6000 سال گفته نمیشه. ما از این میتونیم متوجه بشیم که دست کم فیلسوفان یونانی مثل ارسطو و هم روزگاران او به هیچ روی اعتقاد نداشتن که زرتشت اینقدر نزدیک به زمان خودشون بوده. اگر بود که یه همچین ادعایی نمی کردن. با توجه به اینکه می دونیم آدم های مثل ارسطو هم آدمی نبوده که روی سیاست و تبلیغات بخواد چیزی رو بگه، می کشته که آن چیزی که هست رو بگه یا اون چیزی که فکر می کنه درسته رو بگه. مطلب دیگری که درباره 2500-600 سال بودن زمان زیست زرتشت می شود ازش بهره گرفت و رد کرد این نظریه رو، این است که وقتی جدا از زبان به درون مایه و محتوا و آموزه‌های گاتها نگاه می‌کنید در برابر بخش‌های دیگر اوستا، متوجه می‌شید که برخی از فرایافت‌ها، برخی از مفاهیم تغییر پیدا کرده، دست کم جلوه‌شون تغییر پیدا کرده. برای نمونه ما در گاتها بارها واژه اهورا رو می‌بینیم، واژه مزدا رو می‌بینیم، حتی واژه ترکیبی مزدا اهورا رو می‌بینیم، ولی اهورا مزدا که تقریبا به صورت یک برند کامل زرتشتی بودن در میاد، که داریوش بزرگ هم در سنگ نوشته ها از اون بهره می‌گیره و در اوستا بارها و بارها از واژه اهورا مزدا استفاده شده و ما اونو می‌بینیم، در گاتها وجود نداره. یک بار مزدا اهورا آمده و بارها و بارها اهورا و مزدا جدا جدا آمدن. خیلی بعیده ظرف 20 سال 25 سال یه دفعه یه همچین تحول ایجاد بشه. این منطقی نیست، مگر اینکه بپذیریم زرتشت نمیتونسته اینقدر نزدیک با دوره آغاز هخامنشیان زندگی کرده باشه. مثلا انشاسپندان که در گاتها به این نام ازشون یاد نشده، گاتهای زرتشت، ولی مفاهیمی که بعداً به نام انشاسپندان معروف شده اونجا مطرح شده، مثل اشا و ایشتا، مثل وهومن و دیگران، اینها کاملاً به عنوان فروزه، به عنوان ویژگی، به عنوان اون مایه‌های اخلاقی و در حقیقت اندیشه‌ای مطرح میشه در گاتها، ولی در اوستای جوانتر به صورت ایزدان جلوه میکنه یا اندکی بالاتر از ایزدان به عنوان انشاسپندان. یعنی یه مقدار به اینها حالت بیرونی داده میشه، برای اینکه شاید قابل دریافت بهتری برای انسانها بشه. و مسئله از این دست زیاد داریم که خود مفهوم دچار تغییر و دگرگونی شده از گاتها به بخشای تازه تر اوستا، بنابراین این نمیتواند کار 20 سال و 30 سال و 50 سال و 100 سال باشه، این نیاز به صده های بسیار طولانی داره. یک دلیل دیگری که باز به ما کمک میکنه رد کنیم که زرتشت 2500-600 سال پیش نبوده، به دلیلی که امروز خیلی جاها وقتی شما باز میکنی یا انسایکلوپدیا رو، یک مثلا کتاب مرجع رو، گرچه میگه که نظرات متفاوته، برای این 2500-600 سال پیش و بیش از بقیه نظرات عنوان میکنه و تقریبا دارن اینو جا میاندازن. یک دلیل دیگری که این 2600 سال دیرینگی زرتشت نادرسته برمیگرده به تأثیر آموزه های زرتشتی بر دین یهود. به طور مشخص برخی از مفاهیم زرتشتی مثل روزه‌داوری، مثل رستاخیز، مانند مسئله پاکیزگی و ناپاک بودن و پاک بودن، اینها یک عناصری است که در آغاز در دین یهود نیست. پس از اینکه یهودی‌ها در بابل توسط کوروش آزاد میشن
و برخیشون میمونن و برخیشون به مرور برخیشون برمیگردن به بابل و برخی میمونن، به نظر میاد که این از آیین زرتشت وارد آیین یهود میشه و بعد یه فرقه یهودی به نام بیت هلال، بیت فکر کنم همون معنای عربی هم میده در عبری، به معنای توان خانه یا مکتبه، مثلا دبستان یا مکتبه، مثلا هلال در اون جا میفته و بعد به عنوان یکی از آموزه های پسین و نسبتا تازه در دین یهود مطرح میشه. برای اینکه آموزه زرتشت در ایران و در میان رودان آن هنگام مانده باشه و ریشه کرده باشه، زمان زیادی لازمه که بمونه، جا بیفته، تبدیل به یک گفتمان چیره و غالب بشه که بتواند روی یهودیانی که در بابل در میان رودان هستن اثر بگذاره و به مرور وارد باورهای اونا هم بشه. نمیشود کسی الان نظریه‌ای بده و 6 ماه بعد یا 5 سال بعد روی کسانی که اصولا یک دین و آیین دیگری دارن یک همچین تأثیر مفصلی رو بگذاره. کوشش من بیشتر بر این بود که این نظریه 2500-600 سال بودن زرتشت رو رد کنم. یکی از استدلال هایی که حالا هواداران اون نظریه می کنن این است که نام پدر داریوش ریشتاسبه و ما می دونیم که زرتشت رفته به سراغ گشتاسب. گشتاسب و ریشتاسب از نظر زبانشناسی می تونن به هم دگرگون بشن، یعنی هر دو از یک نام اندر حقیقت، و می گویم پس اسفندیارم که به عنوان پسر گشتاسب خیلی کمک میکنه به گسترش آیین زرتشت باید همون داریوش هخامنشی باشه. خب این تمام این در حقیقت سوء تفاهم پیرامون یک محور صورت میگیره، اینکه هشتاسب پدر داریوش همون گشتاسب پدر اسفندیاره. اگر قرار باشه روی همانندی نامها ما یک همچین فرمول بزرگ و نسخه بزرگی رو برای تاریخ ایران بپیچیم، قاعدتا این همه همانندی نام ها رو که داریم باید همه اینا رو با هم قاطی کنیم، چقدر ما مهران داریم، چقدر ما داریوش داریم، چقدر ما فرهاد داریم در تاریخ و اینها، چقدر ما خسرو داریم، و اینا همش باعث سوء تفاهم میشه. حالا بین نظریه 8000 سال پیش و نظریه 3500 تا 4000 سال پیش کدوم نظریه میتونه به درستی و حقیقت نزدیکتر باشه؟ در این باره خیلی سخته که بشود دلایلی گذاشت و هر کم از اینا رو نقص کرد، مگر اینکه بیشتر و بیشتر در باره آغاز عصر کشاورزی در ایران، آغاز عصر فلز در فلات پهناور ایران بتونیم برآوردهای دقیق‌تری داشته باشیم که بر پای اون برآوردهای دقیق‌تر بتوانیم زرتشت رو مثلا در 3700 سال پیش بگذاریم یا فرض کنید در 7000 سال پیش. ولی نکته مهم این است که زرتشت بسیار بسیار پیشتر از طلوع فلسفه در یونان زیست کرده، تبلیغ کرده، سخن گفته، آموزش داده و یونانی ها به طور مشخص بهره گرفتند از آنچه که زرتشت میگه. خود افلاطون بر اساس گفته ارسطو میگوید که این که اعتقاد داشت که تاریخ در برگیرنده دوره های منظم است که هر دوره با یک فاجعه از میان میره و دوره بعدی آغاز میشه، میگه اینا از زرتشت آموخته بود. همچنین خود افلاطون تشخیص به این که دو نیروی نیک و بد در جهان وجود داره و در درون ما هم وجود داره و با هم در نبرد هستن، این دو بن نیکی و بدی، این رو هم افلاطون از زرتشت به طور غیر مستقیم یا مستقیم آموخته. برخی سخن میگن و افلاطون رو شاگرد زرتشت میدونن. به نظر میاد که از نظر زمانی این ممکن نیست. چیزی که احتمالاً شدنی است این است که افلاطون رو
شاگرد شاید مکتب زرتشت دونستن که به جای مکتب زرتشت خود زرتشت اونجا قرار گرفت توسط بعضی‌ها و این سوء تفاهم ایجاد شد که افلاطون مثلا محضر یا کلاس زرتشت رو درک کرده که این گونه نبوده. مسئله ای که آتش گوهری است که و سرشتی است که روان انسان و خود خدا با او در پیونده و همه از آتش برخواسته ایم، نظریه‌ای که یونانیان عنوان می‌کردن به ویژه پیش از سقراطی‌ها، یعنی کسانی که پیش از سقراط نظراتی رو ابراز کردن، اون هم کاملا برگرفته از آموزه‌های زرتشتی است. بنابراین به خاطر شرایط ویژه‌ای که در جهان یونانی ایجاد شد، فلسفه در اونجا پای گرفت و مطمئناً جرقه اصلی و سوخت کافی برای شعله ور شدن این آتش دانش و فلسفه رو بدون تعصب میشود دریافت که زرتشت زده و در این باره تقریبا میشود بدون حب و بغض به این نتیجه رسید. نکته آخری که میخوام پیش از پایان سخنم بگم این است که ما صحبت از یک زرتشت در تاریخ نمی کنیم. زرتشت هم از نام‌هایی است که به نظر میاد ما چند چهره تاریخی داشتیم. زرتشت استیپمان، زرتشتی که مورد نظر ماست، کسی که آیین زرتشت و فلسفه زرتشت رو آورده، یکی است. زرتشت دیگری به طور قطع بوده که مزدک در دوره ساسانیان به نظر میاد که آموزه‌های او را برگرفته و بعد نهضت مزدکی رو راه انداخته. اگر اشتباه نکنم به نام زرتشت نخبرگان ازش یاد شده که 200 سال پیش از مزدک زندگی می کرده، یعنی می شود زمان این زرتشت دوم چیزی حدود میانه دوره ساسانیانه. و عجیب هم نیست، شما وقتی که در کشوری زندگی می کنی که بیشتری ها زرتشتی هن، طبیعی است که یه عده هم نام بچهشون رو می زارن زرتشت. و اینکه در میانه دوره ساسانیان یک اندیشمندی یا نظریه پردازی به نام زرتشت هست که احتمالاً به نام پدرش زرتشت نخبرگان گفته میشه، هیچ چیز شگفت‌انگیزی نیست. احتمالم داره وقتی گفته میشه افلاطون شاگرد زرتشت بوده، بر اساس یکی دو تا سندی که هست، زرتشت دیگری هم در اون زمان بوده که به هر حال احتمالاً محضری داشته و شاگردانی داشته و این نظرات رو داده. ممکنه اون باشه، ممکنم منظور این بوده که از مکتب زرتشت آبشخور گرفته برخی از آنچه که افلاطون گفته. نظریه های مسل افلاطون هم کاملا به نظر میاد برگرفته شده از به اصطلاح نظریه وجود فرورها در آیین زرتشته. من جنبندی سخنم بر این است که از این سه دیدگاه که زرتشت رو در جای مختلف میگذاره، به نظر میاد شاگردان افلاطون و پارسیان هند علاقمند به نظریه 7000 ساله بودن زرتشتن. بهرام انکلساریا در این زمینه این مقدار کار کرده، کار ارزشمندی کرده و دو سه تا دیگه از پژوهشگران پارسی. اسناد، زبانشناسی، تحول زبان، تحول درون مایه، این دگرگونی ها نشون میده که نظریه 3500 تا 4000 خورده سال پیش هم بسیار منطقی میاد، هرچند تناقض خیلی شدیدی هم نداره با نظریه کهن‌تر بودن. و نظریه 2600 سال پیش که در بندهش اومده و در دو سه تا متن ایرانی مثل مروج و ذهب مسعودی و آثار و باقیه ابو ریحان بیرونی و یکی دو تا گزارش دیگه، اینها به دلایل زبانشناسی، به دلایل وجود سندهای دیگر، به دلایل فضایی که در گاتها تصویر میشه از زندگی انسانها، به نظر میاد که نمیتونه درست بوده باشه. امیدوارم که با انتشار کتاب از سوی جنبش رنسانس ایرانی فرصت بکنید کتاب رو بگیرید بخونید، چون افسون بر
این جستارها در کنارش مطالب بسیار به درد بخور دیگری درباره زرتشت و وضعیت زندگیش در اونجا آمده. خیلی سپاسگزارم از توجهتون. سپاس بسیار.